برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هیئت خدمه اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا در سال جاری نیز به اقامه مراسم های عزاداری ویژه ایام فاطمیه می پردازد. به گفته مسئولان برگزاری هیئت خدمه اهل بیت علیهم السلام، مراسم های عزاداری این هیئت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق روایت 40 روز پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز شده است. جمعی از فعالان اجتماعی و فرهنگی کشور کویت طی حضور در بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس قم با آیت الله سید حسین شیرازی فرزند آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دیدار کردند. طی این دیدار هیئت میهمان گزارشی از فعالیت‌های مختلف خود در کشور کویت ارائه کرد و از توصیه‌های آیت الله العظمی شیرازی بهره مند شد. فرزند مرجع عالی قدر ضمن سخنانی از فعالیت‌های میهمانان خود در جهت انجام فعالیت‌های دینی، مذهبی و خیریه در کشور کویت قدردانی کرد. گروه طالبان به دنبال تشدید محدودیت بر شهروندان دستور ثبت اطلاعات شخصی همه کارمندان حکومت پیشین مقیم کابل را صادر کردند. این گروه به نمایندگان محل دستور داده‌اند تا تذکره و معلومات شخصی کارمندان حکومت پیشین را جمع‌آوری و به استخبارات این گروه تسلیم کنند. منابع گفتند که این گروه به استثنای معلمان و پزشکان اطلاعات کارمندان پیشین سایر نهادهای دولتی را گردآوری می‌کنند. این اقدام طالبان با واکنش شهروندان و فعالان حقوق بشری افغانستان مواجه شده است.